وایلا چی کار ده؟ والا جایشم خالی، جای البته جای دوستا، جای سخپوره خریدیم. مورم طرف های چیل دخترو با یک ویدیوی فوقلاده و یک تصویر زیبایی میخواییم از امو منطقه. از منطقه چیل دخترو دیگه؟ آه، برای از آنی که آلی مورا مینگرد نوسیل بنه به تصویر بیشم. انسان که پوستش چه گلای خوب شه نه طبیعی. سلام دوستان عزیز، امید که جور صحتمند باشید. خب امو قسمی که خبر دارین، مو چند مدت موشه که گزارش منطقه داخل جاغور را آماده مونیم و از جمله امروز ما دیم طرف منطقه چهل دختران. خب چهل دختران یک منطقه معروف است که بیشتر در مورد از قریه و معلومات مفید را استاد حسینی ولدزمو ایرانه و موگیه. خب بیشتر از خود استاد حسینی میشنیم. استاد موشه که خود خیلی ریزه معرفی کنید بلدی بیننده ها. بسیار خوب، با عرض ادب و احترام و خسته نباشید و خوش آمدید خدمت شما و خدمت کامرمین شما. باید عرض کنم که این جانب غلام حسن حسینی مدیر مکتب لیسه چهل دختران در خدمت شما قرار دارم. سلامت باشین. استاد موشه از دوران تحصیلی خوب قصه کنید، در کجا درس خوندین؟ کدام دوره بودن اون زمان؟ ما در سالهای از شاید تا 55 را 56 را در کابل بودیم. بله. تحصیلات خودمون اتمام رسندیم تا سنف 12 را. دیگه زمینه نبود، بعد از او ادامه داده نتونستیم. در اینجا هم که زمینه پیدا شده موقع نبوده. بله. دیگه تحصیلات از من تا بکلوریا راسته و وظیفه اجرا کردم خیلی مدت میشه. بله بله. خب استاد چند دیر میشه که شما به عنوان مدیر مکتب چهل دختران هستید؟ شاید مدیریت در سال 1392 بوده و قبلا به حیث سرمعلم، معلم ایفای وظیفه کردم. دمی مکتب چهل دختران؟ دمی مکتب چهل دختران بود. خب اموش یک معلومات کلی و مختصر در مورد قریه چهل دختران بگیم؟ قریه چهل دختران یک قریه دورافتاده در منطقه شمال غربی ولسوالی جاغوری که از ناحیه شمالش قریه طالقندی مربوطی ولسوالی مالستانه، غربش قریه ولیاد ولسوالی مالستانه، طرف جنوبش منطقه قابجوی که مربوطی ولسوالی مالستان میشه. بله. و شرق به قریه المیتو که مربوطی جاغوری وصله. بله. دیگه این منطقه دور افتاده از هر نگاه، از مراکز تعلیمی هم از اینجا دوره، مراکز بازرگانی هم در این جنیه، دیگه مراکز صحی هم از مو فاصله زیاد داره. نزدیکترین کلینیک که بلده از این مردم است در حدود 20 کیلومتر از این منطقه فاصله داره که در المیتو. در المیتو موقع داره. ما مربوطی المیتوی، قریه ما المیتوی. بله. خب در کل امی منطقه چهل دختران چند خانه است؟ نفوس از این قریه چقدر است؟ نفوسش به صورت کامل در یادم نیست، در حدود 120-125 خانوار سادات و عوام در این قریه زندگی می‌کنند. بله. خب وضعیت تعلیمی و تحصیلی در این منطقه چه رقم است؟ چند مکتب در این منطقه؟ یک منطقه دور افتاده است به خاطر که تقاضای نمونه که دو مکتب اوناس ذکر داشته باشد. بله. فقط یک مکتب لیسه مختلط داره که قبلا متوسطه بوده. یک دو سال سه سال میشه که این لیسه شده که تا صنف 12 را این میم سال رسیده در سال 1399. بله. خب قبلا شاگردها در کدام مکتب میخوندن دور لیسه را؟ پیش از این شاگردها را سه پارچه میدادیم در لیسه نور، در لیسه نسوان شهدا، در لیسه عبدالغفور سلطانی، در ولسوالی مالستان. بله. در هر جایی که اونا زمینه برشان بوده، حتی در ولایت هرات در این طرف ها مرفتن تحصیل میکرده. بله بله. خب موقعیت مکتب چهل دختران در کدام منطقه، در کدام ساحه خود چهل دختران است؟ خود مکتب چهل دختران در یک قریه به نام قریه لایه. لای و خاطر که مردم در زمانی که مکتب احداث شد یک جانب شده فکر کردن نمو که باید وسطی از نگاه مترو اندازه باید وسطی از این منطقه واقع شود، ولی دیگه مشکلات چرا در نظر نگرفتند. در یک منطقه بسیار محدود در سر یک تپه که حتی امکانی احاطه شدنش هم نیه، آب آشامیدنی هم نداره، بسیار مشکلات فراوانه. حتی اگر بخوایی که انکشاف بدی جای اتاق و یک اپا هم نمشه. در اونجا انتخاب کردن، در اونجا جور کردن تا
توسط مؤسسه محترم شهدا ارگنایزیشن جور شده، از این که خیلی منطقه دور بوده، کسایی که ایرا باید وارسی میکردن وارسی نکردن، نموت یک دیواری درستی نشده، نقشش هم سایه مطابق اقلیمی از این منطقه نیه، بعضی اتاقایش به کلی هیچ هفته و نداره، کم بودم است، در حال فروپاشی هم است. بسیار عالی. خب استاد، مهمترین پیداوار زراعتی و محصولات از این منطقه چی است؟ مهمترین پیداوار از اینا که از طریق مالداری بعضی کسا مواشی تربیه منن، اگر بازم در زمانی که مورد استفاده قرار میگیره به فروش میرسنه، و بعضی کسا از طریق زراعت مثل حبوبات گندم، مشوم، جو، این می چیزا کشت منن. کچالو هم در این منطقه رواج شده یک چند سال میشه، ولی به آن اندازه اینیه که در بازارها عرضه شوه، به مقداری که خود مردم ضرورت دارن به امو اندازه اونا او را زره منن. بله. خب از نگاه درخت و میوه، کدام درخت میوه در اینجا میشه؟ میوه‌جات از این که منطقه بسیار سرده، در مناطق بسیار مساعدش که مو پیتو مگی، بله، در مو جایی که در فصل خزان و بهار افته و فراوان داره، در مو مناطقش درخت زردالو، سیب، البته سیبای زودرس، بله، نه زر میشه دیگه، در تمام نقاطش او مناسب نیست، نمیشه. خب مهمترین کاری که دولت انجام داده در قریه چیه؟ مهمترین کاری که دولت در تاریخ زندگی ما که انجام داده، به اثر تقاضا و درخواست از این مردم، یک مقدار تشکیل نامکمل برای مکتب داده، و مکتب شرا سروی که ده، و یک چند نفر معلم که در اینجا داره، حتی ساختمانش هم دولت همکاری نداشته، از طریق مؤسسات شده دیگه، و طور که دولت در این منطقه توجه داشته باشد نیه. خب مهمترین خواست شما از دولت کنید چی است؟ مهمترین خواست از این مردم اعمار از امو مجدد مکتب شید، که مکتبش غیر معیاری، سنفهایش افته و نداره دیگه، ساختمانش هم بسیار فرسوده و پسمانده، خامه، اونمو خواست اولش است. دوم بخاطر که این مردم مردمی پرنفوس، اگرچند تعداد خانوارش کمتره، اما بعضی خانوار هستن که در یک خانه در حدود 4 خانه 5 خانه دیگر معمولی زندگی منن، مشکلات زیاد دارن، کلینیک یا یک جایی که اینا بتونن که مسائل صحی را یک کم رفع بسازن، به همزو بسیار مشکلات زیاد داره، و همچنان این مردم دور از امکانات مخابراتی که هیچ گونه تماسی نداره، در هر جایی که پایه مخابراتی هست در اینجا او نمیگن منکلی کوایا، ولی که شما در اینجا هستین هیچ شبکه در اینجا کار نمیده. این می مشکلات ها، مشکلات خیلی عمده دیگه، مردم و مشکلاتی چیزایی که مشترک ده بین تمام مردم، خواه مشترک. خب استاد، در اخیر چی پیام گفتنی دارین برای بیننده‌ی عزیزی که علی مور مینگرنه؟ غیر از اینکه خواست از خدا داریم که صلح و امنیت و آرامی را برای تمام مردم افغانستان، خصوصا کسایی که این ویدیو کلیپ ها مینگرنن، اینمی خواست دارم دیگه، خواست دارم که همه به خاطر شگوفایی کشور و منطقه خود دست به دست هم بدیم، کوشش کنیم تا سرزمین ما را از این مشکلات نجات بدیم. سلامت باشین استاد. تشکر. بسیار خوش آمدید. خوش باشین. خوشحال شدم. خب دوستان عزیز، قسمی که ما فهمین امروز ما دیم در چیل دخترو، نه؟ چیل دخترو ما دیم و جاهای دیدنی از ایره گفتم به تصویر بکشیم، از جمله ما دیم در اینجا در او بلبلی که یک جای واقعا بسیار خوب شسته و دیدنیه، که تقریبا یک شاجوی ها کسته از بینی سنگ بر میشه. خب بیشتر لالم مگه در مورد از در مورد او بلبلی در کجا موقعیت داره، و این او بلبلی منشه آو از یست کجایه، بیشتر شما مگم بیارم. بسم الله الرحمن الرحیم، ما سلام کنه برای گرمیده ها تقریم کنیم. این آو از جمله عجایبات بسیار خاصی خود داره. بله. از جمله یکی از داخل یک دره
ببرایم. یعنی خواهش ما میدونید. و از جمله عجایبات دیگه از این آبی هست که خیلی سرد هست. خیلی یخ واقعا. خیلی سرد هست. یعنی بود در تابستان نمیتونی که این سنگار از داخل از این برکنی بود 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 بود. به من رازه آبادی سرد هست. و اون که خود از این مدودن دو متر اوم کرد. دو متر؟ آه. حالا برای خیلی سو معلوم بشه ولی خیلی اوم شوی زیاده شد. روزی شده که امی او خوش کشته شد؟ نه. خوش کشت؟ دیگه شد پینجاه فیصد از این اوم کم شد. تابستان. آره. و دیگه کاملا رو خوش نشد. خوش نمیشه. دیگه ای او در آخر منطقه تکالگوی شهر دختران ناکر داره تکالگو؟ تکالگو بخاطر منطقه تکالگو بگه که دره است آها بزرگا بگه که اثر از این در اکایی داره آهو، چکه آهو آها الگود که در خیش داره بخاطر تکالگو تکالگو یاد میشه بسیار علی سلامت باشین لاله جور باشین دوستای عزیز بیننده های گرامی شما در آخرین نقطه و آخرین مسیر جمهوری قرار دارید مرز جمهوری با مالستان یعنی قسمت که میگردیم یعنی قسمت مرز جمهوری با مالستان و یک جای بسیار دیدنی و عجیب است که در دره قرار داریم با شما دره تکالگو تکالگوی چهل دختران این دره را به خاطر تکالگو نام کده که بزرگان بگن که از سر از این دره در اون طرف از این دره چکه آهو یا آهوی نر چوب کرده زمانی که شکارچی او را مجبور کرده بو مجبور شده که از سر از این دره و دره چوب کرده و اون خاطر اشته که چکه آهون یعنی تکال بود و یک رای بسیار سعبالگو را پشت از این دره بسیار یک فضای خوب و الافزار بیدازار را در شما قسمی که بگیرنید تا حالی در این منطقه برف میشود داره معاشی ما برای چراغای ما در پشت از این منطقه است ولی به خاطر که برف و آرایش هم خیلی زیاد سوار بوده زیاد از این رفت آمد صورت نمید سید شکر جور باشین عزیز هم بخور نان نظری بسیار ثواب دارن خب امروز میشه که بگین که به چی مناسبت شما در اینجا جمع شدین ما صاحب از سابق اینجا جمع شدی سر خاک منجی ما یه فاتحه مگی فاتحه میخوانی انشاءالله قبول باشه یعنی میتر بخشی یعنی مزیم مونی میجم ده این خوراک را به نام علوا یاد منه نه؟ به نام علوا یا ای از سابق نمیتر مرده های ممزی برادر بابا کلنا های ممزی میماد در سر خاک میوردن این نظری استاد ای با کدوم مناسبت خاص هم این جلوه میرین یا نه شما؟ ما در از قدیم الایام مردم چهل دختران در طول سال یکی از جمعه ها را که پیش از برداشت که به نام بیده یا امو شروع میشه پیش از او یکی از جمعه ها را وعده میلن امی 120 خانواده را که یا هر قدری که باشد در یک روز در یک جمعه کل نگیشی به زیارت اهل قبور میره بله خاطر که یک اتحاد و همبستگی نشانده داشت نه ای از قدیم الایام بوده تا به حال رم هست ادامه دارم ادامه دارم بله شاید این رواجات در دیگه مناطق قزارجات هم باشد هسته هسته مگر ایتر الوا ملوا هم مبره از این مبره از او قرتی مبره هر خوراک یکی ملیدم یاد در شهرها خوب به صورت انفرادی بله بله کل قضاهای محلی یا میوان قضاهای محلی معروف شد منبوچه دیگی معروف ترین چی که خاص منبوچه دیگی هم قدید دیگه لاندی هم که در شهرها لاندی موگه اینجا قدید موگه خب استاد آله خو زمانه و دوران تغییر کرده زمانه سابق بلد یک مناسبت خاص شمو کدام غذا خیلی خاص بود کدام مخصوص بود مثلا سابق همین انبوته بود سابق خیلی زیاد که مخصوص بود حلوا 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 بود همین حلوا به خاطر درم که از کابل هم دادی در اینج کوچ یکی از دوستایم در خانه ایم بود یک میزتی دادم یک شب ششته بود بعد از دو صبحش رایی شد گفت نه مروم بله. یک مناسبتی بوده که سالگره وفات والدین بود باز یا گفتم که مو سرشتک نیم این بگاه یک حلوا پختک نیم
به خاطر از اینکه اول الوار خوش داشت امو امزو رفتون خو منصرف شد امو شاو امو شیشتا ولی برای فعلا الوا طرفدار نداره اگر مردم مخران هم بسیار کم معده ها ضعیف شده بله هضم نمیشه بسیار عالی در زمان های سابق استاد عروسی مثلا دگو محفل خوشی کدام غذاها زیادتر رواج بود پخته میکرد؟ زیادتر همی شوروا بود دیگه شوروا گوشت بود دیگه گوشت یه از قدیم الایام همی شوروا رواج بود ننبوتم بود ننبوتم بود ننبوتم بود ننبوتم بود که چهار نفر در بله یک دسترخان میوردیم این بیز مو استو دمون نام نمیسیدید دیگه های کلان دیگه های کلان ما ایتر شنیدم که کسایی که از حج میمده بدم توی حاجی هم ننبوته بده بازده اون کاسه چند نفر میشیشتن سر از تو هر قدر جای میشود پن نفر، شش نفر، هفت نفر، ده نفر نوبتی هم میخوردن دیگر بقید اون مخورد بال میشود دیگر دیگر شد اون مخورد بال میشود دیگر دیگر شد بین میتر تا که خلاص میکدوره صابت که یک نفر فارس بیا بیا نوشتن کن امریرو رواج بود امریرو امریرو پن علال میکرد گوشت کچه بود جور میکرد پخته میکرد گندوم قد گوشت گوستن او را قد مرده یک جا اینجا سر قبرستان میورد مرده را دفن میکرد و دیگه تقسیم کرده در نان یک دنانان بودم و کوش کردم چی دو بد نیست الو؟ نه بس الو مردم خورده و مارا نه برین جوارم سابقه رواجا در منطقه بوده بودن حالی بود رواجا گذاشته فهمیده در رواجا نیست هر کسی که اماز امون بود این میگی میری یک در خواب نیست بسم الله الله آقای داود امی گوشت کوچه اینج رواج بوده ها؟ ها سابق بود ها هم رو این گوشت کوچه امو رقم گوشت کوچه یک در مزار بود امو رقم بوده؟ امو رقم اون امو سیستمی که مثلا یک گوزفن را مکمل داخل یک دک مندازه؟ نه او نه این خیلی کنید ریزه ریزه مکد که بدانه گندم بربر حد استوغانایش یک جای؟ نه جدا یک جای در مزار اونجا یک جای مونه اونجا نه همراه استوغانا یک جای خیلی نرم میشه حتی استوغانایش هم نرم میشه بازو بسیار یک چیز یک انرژی بسیار زیاد داره خوبش ما بود اول کوچه مو رواج پور چی مگه بریانی بریانی برنج را پس گوشت در دور کوتام نه ورو شو در مراسمی که دره ورو میاره واسه مردم اون خوره وجا یش د کلون گوری میاره دیگه هر کدام بلده خور دو پور کار نه خورده دی رواج اون خورده امری روی دی مردم میره رواج نه نه تو خانه نظرمو مکدی برادر دن کلی خرو آخری چیز دکترو نظرم ما میده رواج بود که کلی بسته اگه مرد دمون خانه ما رافتن فامیل پنج خانه شش خانه یک جای نظر میگریم بسته چیز دکترو ما رافتو رو خورده پس میمان حالی بود رواجا خلاش هر قریه دمون قریه یک گسمن مکشه یا برادر خام بخشم بخش منه یا پخته منه مردم کوی منه میده این رواجای سابقه بیخیشی کمرنگ شده فامیده این حالی ما در این منطقه که بود هست سابقه نمید دو ملابسته شده، سابق یک ملابسته بودی یعنی دو ملابسته فقط یک مسجد بود برادر جان یک بار نامه بود برنامه مییت و برادر جان عروسی و هر چی که بود کل بیمون یک جار جان خیلی زیاد حالا برای وجه خلاش برینج حالا خلاش داشت حالا چهار دانه من بر شده بودی اینجا نه صاحب شما نمخورین نه دیگه نوشه جان نزیاد خوردیم پیشتر بیا ایر بال که نه و کاسره خوش آمدیم خب اینمی چیزایی را که موی سفیدای از قریه تذکر داد اینمی یک رواجایی بود که از قدیم مانده بود معلوماتای در مورد از قریه بود که از قدیم مانده بود دیگه امیدوارم که موردی پسند همگی قرار بگیره انشالله و همچنان از این رسم رواجا یک تقدیر به عمل باید انشالله و تعالی بازم تشکر از استاد از واجی صاحب از واجی که معلومات های بسیار مفید را در مورد سرگذشت فرهنگ و مثلا چی داشتیم ما و حالا در کجا رسیدیم
گفتن و بیان کردن با وقت که خیلی تغییرات زیاد هم داده فرهنگ ما مردم اکثریت فرهنگ ها تقریبا نیست و نابود شده خیلی کم رنگ شده. از شما جوانای جوینده هم بسیار تشکر که در جستجوی فرهنگ های گذشته بودین و این باعث میشه که در آینده شاید آینده بهتری داشته باشی بلده اولادای ما این انتقال میدین که این محو نشه و نابود نشه و از شما بسیار تشکر. سلامت باشین. تشکر از توفیق بلده شما. سلامت باشین. خدا.